سلام، امروز میخوام یه سلبریتی با شرف خدمت شما معرفی کنم، نه از جنس رامبو جوانها، اونایی که در صدا و سیما کار میکنن، تو برنامه خندوانه میلیاردی پول میگیرن تا بگن ایران ایران، بعد به همراه زنش بره کانادا، بچهشو تو کانادا به دنیا بیاره که تابعیت کانادا رو هم داشته باشه. ما با این سلبریتی های دوگانوسوس نیستیم، ما هیبرید. البته ماشاءالله عرض میکنم اینا خب خانواده واسه شون زیاد مهمه. رامبو جوان چند ازدواج کرده؟ هنوز جا داره، هنوز تا یه 10-20 سال دیگه مطمئن باشه 4-5 تا زن دیگه هم گرفته و طلاق داده. اینا فرد فرد زن میگیرن و خانواده هاشون همینطوره، که رضا رویگری که یه دختر جوون میزه آخر عمری چه اون به اون فلاکت میفته. اینا خانواده ها رو تضعیف میکنن، بعد کسی نیست دستشون حمایت بکنه، میافتن به حال زار، میافتن رو دست جامعه. یا مثل اون حمید فرخ نشاد دوزاری که واسه سیانمایی واسه ملت ایران خودشو نمیدونم دلسوز نشون میده، بعد میگه همه ایران فدای تار یک تار موی پسرم. حرام لقمه، اگر همه تار ایران فدای یک تار موی پسرت، پس اونایی که از ایران دفاع کردن اونا خانواده نداشتن، اونا پدر و مادر نداشتن، اونا پدر یا شوهر نبودن. خب اگر اونا نبودن کی شما را زیر دست داعش و چیزای دیگه جمع جور میکرد؟ آها، گرین کارت اینجا به درد میخوره. اینجا گرین کارت دوستان عزیز به صحنه میاد که اگر اتفاقی واسه ایران افتاد، گور بابای ایران، ما پرواز میکنیم میریم آمریکا، میریم اروپا، میریم کانادا، سر ایران هرچی میخواد بیاد. خب همینه دیگه، اینا به فکر اون روز مبادان. البته نه هر مبادایی، پول از ایران بگیر برو اونجا خرج کن، استوری بزن، زن بگیر، یا اون زنا مثل که باره رهنما خدا وکی چند شوهر کرده. تنها کسی هم که فکر کنم تو زندگیش بیشتر از همه تعاملش کرد مهراب قاسم خانی بود. بعد آخر سر باره رنما خودش خوب میدونه، ما رو لور میدونه، یادتون میاد؟ بعد میکشه به این فسادی که توی سینما هست، اصطلاحا سینما یک سمتش فساده، یه سمتش سیاه نماییه، خوشرقصی واسه بیگانگان، ایران زشت نشون دادن، ایران بد نشون دادن. وزیر خارجه سابق انگلیس کی بود؟ شما بگید. زمان حسن روحانی تو اون مذاکرات 2003. ای بابا فکر کنم پیر شدم. خب زمانی که اومده بود تهران واسه اولین دور حسن روحانی ازش دعوت کرد، انگلیسی ها باید بیاره. حسن خب با انگلیسی ها رابطهش خیلی خوبه. بعد برده بودن دورش، زده بودن تو تهران، گفت من باور نمی کنم تهران اینقدر قشنگ باشه، اینقدر تمیز باشه. من فکر می کنم با شهر کثیف مثل قاهره و کلکته و بمبئی و اینا مواجهم. این خب از مادرید هم تمیزتر تهران، این همه زیرساخت، این همه پل، این همه، تهران تمیزه. باورش جگسترا، جگسترا وزیر خارجه سابق انگلیس باور نمی کنه تهران اینقدر قشنگ باشه. یا این کثافت هایی که فیلم های سیاه می سازن مثل اصغر فرهادی و بقیه از ایران، خارجی ها تهش میشه همین که بسکتبالیست ما میره تهران، میره آمریکا، خیال میکنه ایران اصلا نه برجی داره، نه قطاری داره، نه پلی داره، خونه ها لابد کاگلی هن، ماشینی تو ایران نیست، که طرف ور میداره فیلمی میبره میبره اونجا. ما با این سلبریتی های بیشرف ضد وطن، وطن فروش دوزاری هم مواجهیم، مزدورن. اما من امروز میخوام یه سلبریتی خوب به تو معرفی کنم، یه سلبریتی که با اینکه خودش ساکن انگلیس بوده، غرب بوده، ولی به شدت ایران دوست بوده، با یک ایرانی هم ازدواج میکنه و بچهش هم تو ایران به دنیا میاره، خانم ماهچهره خلیلی، یک هنرمندی که تو فیلمایی مثل کلاه پهلوی بازی کرده، مختار و یه چند تا فیلم دیگه. بچهش ایران به دنیا میاره چون واسهش مهم بوده که بچهش پاسپورت و شناسنامه ایرانی داشته باشه. اینو مقایسه کنید با بقیه این دوزاریا، رامبو جوان و بقیه، حمید فرخ نژاد، بچه‌م بردم فرستادمش آمریکا چون آمریکا امنیت هست. حرام لقمه، تو آمریکا امنیت هست؟
خوبه رسانه ها دارن میگن تو مدارس آمریکا دیگه به معلم ها گفتن باید هفتیر بیاری سر کلاس، باید مسلح بیایید. این تبلیغاتیه که این دوزاری انجام میدن. ولی خانم ماهچهره خلیلی بسیار خانم، بسیار محجوب، و عرض میکنم با اینکه خودش تابعیت انگلیس داشته ولی واسهش مهم بوده که بچهش ایران دنیا بیاد. ما قدر همچین هنرمنداری هم میدونم، متاسفانه سرطان گرفت، سرطان لوزالمعده گرفت و فوت کردن. ولی خوب شد که در این شرایطی که در این جماعت بیوطن وطن فروش سلبریتی ها دارن آدمای وطن پرست، نما نمیگیم نه ولی خیلی کمن، و ما هر کدومو ببینیم که بدونیم واقعا انسانای با شرفی هستن ما معرفی میکنیم، چون اینقدر بی شرفی. حقیقت همین فسادشونه که آقای رائفی پور گفت که اونایی که مورد فساد قرار نگرفتن هم خیلی دردشون اومد، بیان اونا بیان اعلام حضور کنن، اینطور کاربردی تره. ما هم اونایی که وطن پرستن، اونایی که شریف ترن، اونا رو معرفی میکنیم، چون متاسفانه قلیلن و معرفی کردن اینا به این شکل کاربردی تره، چون بقیه مشتی گرین کارتی دوزاری هن که واسه گرین کارت، واسه یک جایزه ای که مثل یک استخونی که جلوی سگ پرتاب میکنن تو کن تو جاهای دیگه، ایران خودشون زشت نشون میدن، ایران خودشون بد نشون میدن، و از طرفی برای اینکه خدمت میکنن به رسانه گلوبالیستی یا اون حس شهوت دیده شدن خودشون برآورده بشه، خب به فساد میخوان بشکنن. آی من مورد فساد قرار کنتر انداخته، الان قبض فساد اومد برات خانم کتایون ریایی، نمیدونم اون خانم طباطبایی یا بقیتون، الان قبضی اومد واسه تو، پولی خواستن ازتون 25 سال پیش، کنتر انداخت. نه، خب به خیانت، خب به فساد میخوان تو ایران بشکنن، خب به ناموس تو ایران بشکنن. کور خوندن ما تو دهن این سلبریتی های دوزاری میزنیم، رسواتون میکنیم، نمیذاریم قصر در بری دفعه دیگه. واسه اجانب، واسه بیگانگان، واسه سیاه نمایی از ایران مثل یک نقاشی هستید که یک دیوار خوشگل شما زشت نشون میدید، پدر سوخته های حرام لغمه تو دهنتون میزنیم. قربونتون برم دوستان عزیز، خواستم یکی از سلبریتی های وطن پرست رو معرفی کنم که در مقابل خیلی از این وطن فروشان دوزاری واقعا معرفی این دست از وطن پرستان لازمه به نظر من، چون تعدادشون کمه متاسفان. ما با یک خیلی جماعت شیاد حقباز طرفیم ضد ایران که پیدا کردن یک وطن پرست داخلشون واقعا سخت، و پیدا کنیم هم معرفی میکنیم دوستان عزیز. دیگه اینقدر کمیاب شده در گران باست، آقا کمیابه، چیزی هم که کمیابه ارزش داره، با ارزش، و ما ارزش خانم ماهرخ خلیلیان رو میدونیم. درود به شرفش، روانش شاد، یادش گرامی باد، همیشه در قلب ما جای داره. اونایی که مهر دارن به این سرزمین، اونایی که ایران عزیزشون رو دوست دارن، اما تو دهن کسانی میزنیم که بخوان خراش بکشن روی صورت ایران و ایران رو زشتشون بدن واسه خوشرخصی، واسه اجانب و دشمنان وجودی ایران عزیز ما. سپاس از مهرتان، پیروز باشید. من دوست داشتم پسرم تو ایران به دنیا بیاد، دوست داشتم پسرم شناسنامه ایرانی داشته باشه، پاسپورت ایرانی داشته باشه. اینا خیلی برام مهم بوده، چون خودم شاید چون 20 سال از ایران دور بودم همیشه حسرت ایران رو داشتم که ایران باشم. من همیشه خودم رو ایرانی دونستم و خودم هم ایران به دنیا آمدم، مادر پدرم هم ایران به دنیا آمدن. و خیلی هم